هنرجان عزیز، لطفا قبل اینکه به کلاس های موسیقی مراجعه بکنید برای ثبت نام، حتما یه مبلغ رو کنار بذارید برای خرید ساز مورد نظر و ادواتی که به هر حال لازم هست برای یادگیری. چرا دارم میگم این رو؟ چون وقتی شما دارید ثبت نام میکنید، همین که تایمتون داره میره و اینکه خب جلساتتون داره حساب میشه و دارید هزینه میکنید، اگر مبلغی رو کنار نذارید و اون شرایطی که شما بخواید براتون پیش بیاد و ساز مورد نظر رو تهیه بکنید، ممکنه خب 1 ماه طول بکشه، 2 ماه طول بکشه، 3 ماه طول بکشه و این وسط این که شما تایمتون داره میگذره، جلساتتون داره حساب میشه، دارید درس میگیرید و هیچ سازی ندارید که بخواید تمرین بکنید و درس ها رو تحویل بدید، این باعث ناراحتی شما میشه و حتی باعث میشه که شما زده بشید از موسیقی و باش لج بکنید. به خاطر این موضوعی که در حال حاضر که میخواینش ندارید، ممکن لج بکنید، باش بگید که من دیگه نمیخوام کار بکنم، بیخیال شدم و از این مدل حرف خلاص. از قبل اینکه به کلاس های موسیقی مراجعه بکنید، همیشه مبلغی رو کنار بذارید برای خرید ساز و ادوات موسیقی که به هر حال لازم هست و اینکه حتما از مدرس مورد نظر بخواید که بر اساس بودجه‌ای که شما دارید یک ساز خوب براتون تهیه بکنه. هیچ وقت خودتون به تنهایی برای خرید ساز به فروشگاه موسیقی نرید. یکی اینکه خب شما اطلاعات کافی ندارید راجع به اون ساز و نمیدونید چه سازی رو بگیرید، چه خصوصیت هایی داشته باشه و جدای از اون ممکنه خب این وسط یک سری افراد سودجو بخوان مثلا بر اساس هزینه‌ای که دارن میگیرن یک ساز بیکیفیت در واقع بهتون بدن و باز هم از اون لحاظ شما به مشکل میخوره، چون دارید هزینه میکنید ولی خب اون سازی که باید باشه، اون ساز مناسب بر اساس هزینه‌ای که کردید ندارید. پس قبل اینکه به کلاس‌های موسیقی مراجعه بکنید، مبلغی رو کنار بذارید برای خرید ساز و ادوات و حتما از مدرس مورد نظر بخواید که براتون ساز تهیه بکنه بر اساس بودجه شما.